خانم آقایون هنر دوست، سلام به شما، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام در مورد دستیار بودن توی عکاسی صحبت بکنم، اینکه بکنیم نکنیم، دستیار بودن خوبه بده، اگه میخوایم دستیار کسی باشیم باید چه چیزایی در نظر بگیریم. در مورد این میخوام حرف بزنم. یه نکته بگم، این ویدیو با اون ویدیوهای یه دقیقه خوش رنگ و لاب من خیلی فرق میکنه. الان فکر میکنم چند دقیقه بخوایم با هم صحبت بکنیم، اینو احتمالاً تو IGTV میذارم برای اینستاگرام. بنابراین اگه الان حوصله دیدن این ویدیو رو ندارید، شما سیوش بکن سر فرصت، بعدم ببین، چون میخوام حرفای مهمی توش بزنم. حیفه، یعنی خواهشم اینه که خیلی سرسری نگاهش نکن، الان سیو بکن، شب موقع خواب وقتی کاری نداری اون موقع بشین ببین. مطالب خوبی هم براش جمع کردم، یعنی حتی میتونم بگم به عنوان یک مینی دوره میتونین روش حساب بکنین. خب اول بگم که داستانش از کجا شروع شد. من چند وقت میشه که از هنرجوهام سر یک کلاسام یه خانم جوونی بود، بعد کلاس اومد پیش من گفت آره من رفتم پیش فلان عکاس، بعد قرار شده با هم صحبت کردیم، قرار شده که من دستیارش باشم. بعد میگفتش که البته خیلی مطمئن نیستم که کار درستی کردم یا کار اشتباهی کردم، اومده بود از من مشورت بگیره. بعد من داشتم فکر میکردم، دیدم که این خب موضوع خوبیه برای تولید محتوا. بعد اینم که این رو هم بگم که خب موضوع واقعا مهمی هم هست، یعنی خود من دیر یا زود در موردش صحبت میکنم. حالا شما فکرشو بکن که من این رو دارم به طور مثال توی یک دوره رایگان برگزار میکنم، اونم مثلا همین دوره است، یه دوره مثلا چند دقیقه خیلی کوچولو، الان میخوایم در موردش صحبت بکنیم. خب نکته خیلی مهم، یعنی بخوام لب به مطلب صحبتام رو بگم، اینه که اگه میخوای دستیار کسی باشی توی عکاسی، یه نکته خیلی مهم رو در نظر بگیری و اونم اینه که باید علم داشته باشی. یعنی اینکه اصلا فکر این رو هم نکن که بدون اینکه هیچ چیزی از عکاسی بدونی صفر صفر باشی بلنشی بری دستیار کسی باشی، این کاملا اشتباهه. بذار یه مثال بزنم از دنیای مکانیکا. فکرشو بکن، به مکانیکی علاقه داری، بعد هیچی هم نمیدونی، یعنی مثلا فرق موتور و صندلی ماشین رو نمیدونی، بلند میشی میری پیش توی یه مکانیکی میگی اوستا میخوام وردست باشم، میگه خیلی خوب باش. بعد میری کار میکنی، میگی که خب اوستا چیکار بکنم، طرف هر میگره میگه این پیش رو صفر بکن. تو هم خوشحال این که داری مکانیکی یاد میگیری، پیچ رو صفر میکنی، فرداش همین پیچ رو صفر کن، پس فرداش مثلا اون آچار رو برام بیار، پس اون فرداش اونو بیار. بعد یه مدت میگذره، بعد پیش خودت فکر میکنی که خب من چی از مکانیکی یاد گرفتم، یه دو تا چهار تا میکنی، میگی هیچ، پیچ صفر کردن اصلا فلسفه اون پیچ صفر کردن چیه نمیدونم. عکاسی هم دقیقا همینه. فکرشو بکن، میری توی آتلیه یک عکاسی بدون اینکه هیچ علمی داشته باشی، اصلا هیچ چیزی از عکاسی نمیدونی، میری توی آتلیه یه بنده خدایی، بعد میگی میخوام وردستت باشم، دستیارت باشم. حالا شما بهش پول میدی، اون به شما پول میده، رایگان هست، این دیگه کاملا بستگی به خودتون داره. بعد طرف میاد میگه که خب میخوای در دست من باشی، اوکی. شروع میکنه عکس گرفتن، بعد به شما میگه که خوش تنظیمات رو انجام میده، میگه خب این دکمه شاتر رو بزن. تو هم خوشحال دکمه شاتر رو میزنی که احبه دارم عکاسی یاد میگیرم. بعد دوباره فرداش خوش تنظیمات رو انجام میده، بعد میگه که دکمه شاتر رو بزن. تو هم خوشحال داری عکاسی یاد میگیری، دکمه شاتر میزنی و همینطور میره جلو و یه جایی به خودت میای، میبینی که من هیچ چیزی از عکاسی یاد نگرفتم، یعنی عملا شدم پادوی آقا، فقط داره کارهای سطح پایین و چیپشو به من میگه. برای همینه که میگم بدون علم هیچ جا نرید کار بکنید، حالا توی عکاسی یا جای دیگه، هیچ جا بدون علم نرید کار بکنید. حالا این در صورتیه که اگه برعکسش حساب بکنیم، مثال زدم که زمانی که شما علم ندارید میرید یه جایی همچین بلایی سرتون میاد، حالا زمانی که علم دارید فکرشو بکنید یه مقداری از عکاسی میدونی، مثلا یه دوره مقدماتی چیزی شرکت کردی، میدونی چی به چیه داستان، بعد میری تو آتلیه طرف، یارو به میگه که طرفت میگه که خب من تنظیماتو انجام میدم، تو دکمه شاتر رو بزن.
اینجا چی میگی؟ میگی واسا 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 تنظیمات من انجام میدم، تو دکمه شاتر رو بزن یعنی چی؟ من که حمال تو نیستم، اون تنظیمات رو باید به من یاد بدی. اینکه چرا مثلا دیافراگم گذاشتی رو فلان، چرا شاتر رو اینجوری کردی، چرا نور رو تو فلان زاویه نصب کردی، اینا رو باید به من یاد بدی. من دستیار فکر میکنی برای چی میام دستیاری کنم؟ برای اینکه یاد بگیرم عکاسی. خوشم نمیاد که حمالی مفت برای عکاس بکنم. خب این موهبتیه که داشتن علم برای شما به ارمغان میاره، که میتونید تشخیص بدید که نه اون عکاس داره از شما کار مفت میکشه، داره حالا لغت خیلی خوبی نیست ولی خب باید بگم که جا بیفته، اون عکاس داره شما رو اسکل میکنه یا اینکه نه واقعا اون دستیاری برای شما مفید هست. برابر این توصیه من حتما جدی بگیرید که یه مقداری عکاسی بلد باشید. یه چیز دیگه هم که من همیشه میگم اینه که این داشتن علمه یه جوری من به سلاح تعبیرش میکنم. شما فکرشو بکن اون علمی که داری مثل یک اسلحه‌ایه که به خودت وصل کردی و این اسلحه شما باعث میشه که کسی نمیتونه بذارد سر کار. این حالا نه توی عکاسی، کلن توی هر حرفه‌ای هست. فکرشو بکن مثلا من میرم یه دوربینی میخرم، بعد خب من اینو قبلا هم گفتم که الان این روزا فیلتر UV چیز چندان پرکاربردی برای دوربین ها نیست، یعنی من عملا خریدنش رو اصلا توصیه نمی کنم، ولی خیلی از هنرجوهای من میرن که دوربین بخرن، اون فروشنده تلاش عجیب غریبی میکنه که بهشون یه فیلتر UV هم بندازه. کلمه بندازه رو دارم عمدن به کار میبرم. خب اونا میدونن که فیلتر UV چیز و درد بخور نیست، میگن نه متشکرم نمیخوای. در صورتی که اگه کسی بلد نباشه چی؟ هیچ چیز از عکاسی ندونه چی؟ چون دیگه طرف یه چرب زبونی میکنه فروشنده، میگه که آره فیلتر UV اگه نبندی سنسور دوربینت نابود میشه، دوربینت منفجر میشه، بدبخت میشی. یه چیزی افتاد اینجا. ولی این علمه سلاحه، حالا توی خرید یا حالا بحثمون که دستیاریه، باعث میشه که خودت بتونی متوجه بشی که اون عکاسی که رفتی داره میذارد سر کار یا اینکه واقعا داره بهت یاد میده. و این رو هم باید بگم، حالا این بحث شما این هنرجو بود، این یه تیکه صحبتم با عکاس هاست، کسی که دستیار قبول میکنم. ببینید شمایی که عکاس هستید و دستیار قبول میکنید، این بدونش تعارفی وظیفه شماست که هر کاری که توی اون آتلیه یا استودیو انجام میدید رو به اون دستیارت بگی که دلیلش چیه. حالا آره یه موقع هست یکی رو میاری به عنوان دستیاری، اصلا وظیفه‌ش اینه که فقط چای بیاره برات، بهش پول میدی میگی چای بیار برام، بهش پول میدی میگی که چه میدونم تی بکش، فقط به این دلیل میاری، خودش هم میدونه. خب اون بحثش جداست، دخالت نمی کنم، ولی عموم کسایی که میان دستیار میشن عاشق چش ابروی من و شما عکاس که نیستن، میان که چیزی یاد بگیرن. بنابراین وظیفه ما عکاس اینه که هر کاری که میکنیم رو بهشون بگیم که دلیلش چی بوده. مثلا چرا الان هود لنزت رو باز کردی، چرا هود لنزت رو بستی، چرا دوربین از سوژه بالاتر بردی، چرا پایین تر بردی، چرا فلان لنز رو زدی، چرا فاصله کانونیت این بوده، چه میدونم دمای رنگ نورات چرا اینطوری، چرا گذاشتی رو 5000 کلوین، چرا قدرتش گذاشتی رو فلان قدر جول. تمام اینا رو شما یه عکاس موظفی که بگی، چون اون عکاس اون دستیار اومده که چیزی یاد بگیره. خب و دلیل دوم، حالا این دلیل اولی بود که گفتم چرا باید قبل از اینکه بریم دستیار کسی باشیم یه چیزی یاد بگیریم. دلیل دوم یه مقداری میتونم بگم که اصلا درس زندگیه، یعنی اصلا یه تیکه از حرفای منو ببرین با نرم افزار جاهای دیگه پخش بکنید. درس زندگی اصلا فقط مربوط به عکاسی نیست. ببینید شما اگه توی کار خودتون یک حرفه رو بلد باشین، مثلا توی عکاسی چه میدونم ادیتتون خوب باشه، ادیتتون خیلی قوی باشه، یا نورپردازیتون فوق‌العاده باشه، یا مهارتتون توی ترکیب بندی عکس عالی باشه، هر جایی که برین کار بکنین نمیتونن عذر شما رو بخوان.
چون بهتون نیاز دارن. در شرایطی که فکرشو بکن، شما مثلا هیچ حرفه‌ای رو بلد نیستی، فقط به عنوان دستیار معمولی رفتی کارهای معمولی اون عکاس رو انجام میدی، یا نه هر جا اصلا رفتی یه جا استخدام شدی، یه جا منشی هستی، یه جا کارمندی، کارهای خیلی معمولی انجام میدی و هیچ تخصص خاصی نداری، اون رئیست هر موقع که اراده بکنه عذرتو میخواد. حالا مثلا شما اگه پسر باشی که فقط عذرتو میخواد، اگه خانوم باشی خب خیلی آدم اخلاق مداری باید باشه که فقط عذرتو بخواد، چیز دیگه باشه کار دیگه میکنه. خب ولی فقط کافیه که شما یه چیزی رو بلد باشی به صورت حرفه‌ای، دیگه تموم کار. یعنی طرف اینو میدونه که بخواد شما رو اخراج بکنه، یه بخشی از کارش لنگ میمونه، یه بخشی از شرکتش میره رو هوا. مثلا گفتم ریتاش خیلی خوبی بلدی، میدونه که اخراجت بکنه نصف کاراش میمونه رو هوا، باید بگرده با بدبختی یکی دیگر رو پیدا بکنه که اون مهارت شما رو داشته باشه. چرا بدخط نوشتم؟ چی نوشتم؟ آها اینم بگم و بعدش دیگه ویدیو رو هم تموم بکنم. حالا در مورد همین داشتم میگفتم، یه مثالی میزنم. من خیلی وقت پیش، البته تعریف از خوده ولی خب دیگه به هر حال این همه صحبت کردیم، تهش هم تعریفی از خودم بکنم دیگه. خیلی وقت پیش من برای یه مجموعه تدریس میکردم، بعد بخیلی آخرش یه جورایی به مشکل خوردیم با هم. خب حالا مشکلات عادی دیگه، یعنی من دیگه نمیتونستم با اون مجموعه همکاری بکنم، تدریس عکاسی میکردم. بعد من اینو میدونستم که باید یه چیزی ما، یه مهارتی ما خیلی قوی بکنم که به راحتی کسی نتونه عذر منو بخواد، یا اگه عذر منو بخواد به درد سر بیفته. مهارتی که من توی خودم، حالا تعریف از خودم، خیلی قوی کردم مهارت تدریسمه. یعنی میدونم اگه به یه چیزم بخوام افتخار بکنم، اونم اینه که سخت ترین مطالب رو میتونم جوری بگم که یک بچه پنجم دبستانم متوجه بشه. این رو من روی خودم خیلی کار کردم و مهارتمه. خب ما اونجا به مشکل خوردیم، من دیگه نتونستم باشون ادامه همکاری بدم، خودم رفتم و اتفاقی که افتاد این بود، مجموعه بعد فکر بکنم 2-3 ماه منحل شد، کلن منحل شد. یعنی با رفتن من هنرجوهاشون رفتن دیگه، کسی ثبت نام نمی کرد، دیدن که دخل و خرج جور در نمیاد و منحل شد رفت. این دلیلیه که میگم چرا باید توی یه چیزی، توی یه شاخه خیلی باید حرفه‌ای باشیم که اون شاخه میتونه برای شما اهرم فشار باشه که دیگه دیگران نتونن عذر شما رو بخوان و اگرم بخوان خیلی براشون سنگین تمام بشه. این از این نکته. اونم که بهتون خیلی بد خط نوشتم، دارم با تلاش سخت اینو میخونم. این از این نکته. اونم از اون نکته اول که همیشه سعی بکنید قبل از اینکه برید دستیار بشید، حداقل یه چیزی رو بلد باشید توی عکاسی که طرف اگه خواست ازتون بیگاری بکشه و بهتون واقعا چیزی یاد نده، کاملا متوجه بشید. خیلی ممنون توجهتون، امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. من محمدرضا صادقی هستم. می‌خواستم فکر کنم ببینم چیزی که می‌خوام بگم یا نه. آره یه چیزی می‌خواستم بگم، تو خیلی بد خط نوشتم، اصلا نمیتونم بخونم، داشتم به اون فکر می‌کردم. هیچ دیگه اگه به ذهن اومد یه ویدیو دیگه واسه حساب می‌کنم. من محمدرضا صادقی هستم و اسم هنری رضا صادقی.